دکتر عبدالله عبدالله ملیح النور را بلاک کرد. با بالا گرفتن تنش های فیسبوکی، تیم رسانه های دکتر عبدالله تصمیم به بلاک کردن دختر آقای نور گرفتن که ملیح النور در جواب به این کار در صفحه فیسبوکش نوشت: متاسف هستم برایت دکتر جان، غیرتت همین قدر بود ها؟ دکتر صاحب عبدالله عبدالله من را بلاک نمود. دیگر نمیتوانم با پست های صفحه آن عالی جناب کمنت بگذارم و یا هم صفحه و پست هایش را لایک کنم. واقعا شنیدن حقیقت تلخ است، واقعا تحمل شکست سخت است. و در جای دیگر در جواب ادعای پیروزی عبدالله عبدالله ملیح النور گفته است: پیروز کسی است که 5 سال پیش هم پیروز بود. دلیل مخالفت آقای نور با دکتر عبدالله را یکی از کاربران فیسبوک چنین تحلیل می کند: برخی از کسانی که تا چندی پیش از عطا محمد نور منجی عالم بشریت ساخته بودند در این روزها او را فحش و دشنام می دهند. واقعیت این است که عبدالله روی شانه های او بر ریاست اجرایی رسید، هم به خاطر حمایت های مالی و مردمی، هم به خاطر حمایت نظامی. در برابر عبدالله برغم در دست داشتن نیمی از قدرت نتوانست از بقای او در ولایت بلخ دفاع کند. اینکه عطا محمد نور از راه‌های غیر قانونی به ثروت بادآورده دست یافته است بحث جداگانه است، ولی یکی از کسانی که مستحق برائت از عبدالله است و رویگردانی او از هر جهت قابل توجیه سیاسی است عطا محمد نور است. این را نیز باید به خاطر داشته باشیم که کسی که از خواستای عطا با آن همه قدرت نظامی که در اختیار داشت نتوانست دفاع کند، از حق مردم غریب و بیزور به هیچ وجه دفاع نمیتونه. یک بار دیگر مردم تاجیک خطای گذشته را تکرار میکنن و البته این بار جبرانش دشوار خواهد بود. و اما جالب این که سهیلا سهر که از تیم خادم ملت حمایت کرده بود در صفحه فیسبوکش گفته است: ما با بررسی های خود دریافتیم که تیم ما برنده انتخابات است. این درگیری ها و تحلیل های فیسبوکی در حالی بالا گرفته است که نامزدان ریاست جمهوری هر یک خود را برنده انتخابات می دانند. از حکیم ترسن گرفته که منتظر موتر است تا بتواند کوش خود را به ارگ انتقال دهد، تا حکمتیار و دکتر عبدالله که می گوید من رئیس جمهور هستم. در این بین تیم دولت ساز بر ریاست دکتر غنی کمرالله صالح و نمایندگی از آن تیم سخنرانی کرد، گفت: ما منتظر نتیجه اعلام نتیجه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات هستیم و پیش از پیش چیزی نمیگوییم. و تیم انتخاباتی دکتر فرامرز تمنا نیز گفته است: نتیجه انتخابات باشد میپذیریم و به قانون احترام داریم. حالا دیده شود که نتیجه چه خواهد بود و این درگیری ها به کجا خواهد رسید.